زمانی که بارندگی های سالیانه از مقدار متوسط کمتر باشد، خشکسالی آغاز می شود. درست مثل شرایط ایران که حداقل تا اواخر سال آبی جاری خشکسالی شدیدی را پیش رو دارد. سال آبی 99400 به نیمه رسیده. فرصت بارش برای بخش زیادی از کشور از دست رفته و در زمان باقی مانده تا انتهای سال آبی هم بارش زیادی پیش بینی نمی شود. گزارش های هواشناسی نشان می دهند که بارندگی های امسال تا 17 فروردین نسبت به میانگین کشوری 40% کاهش داشته است. و اون در واقع خط زرد رنگ که می‌بینی بارندگی پارسال، همینطور که این پارسال یه ترسالی بود، در واقع بارندگی سال قبل بیش از مقدار متوسط بلند مدت بود. یعنی هر روز که از اول سال آبی تا آخر سال آبی هست، این در واقع یک سال آبی رو نشون میده. اون نمودارهای میله‌ای به اصطلاح سرمه‌ای رنگ بارندگی‌های 24 ساعته رو نشون میدن. خب و این خط سبز رنگی که کشیده شده تا الان در واقع حدود 16-17 فروردین هست، نشون میده که در واقع مقدار بارش امسال هم نسبت به بلند مدت هم نسبت به سال قبل پایین تره. برخی از استانها مثل هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، سمنان و کرمانشاه هم با کاهش شدید بارش روبرو هستند. بیشترین تفاوت‌های بارش از نظر مقداری رو ببینید در حوزه زاینده‌رود، کارون و دز داریم. اینجا نکن استان لرستان، چهارمحال بختیاری، شمال خوزستان، ارزم خدمتشون اینا نشون میده. باز اینجا غرب کرمانشاه، تقریبا غرب کردستان، شمال ایلام، اینا در واقع. حتی اینجا نکن در گیلان، مازندران، بعد اینجا خراسان‌ها، قسمت‌های جنوب، جنوب کرمان، هرمزگان، فارس، این مناطق نشون میده که به شدت به اصطلاح بی‌هنجاری منفی بارش دارن نسبت به نرمال بلند مدت. و خب استان‌هایی که در حوزه زاگرس واقع شدن اینجا، اینا مناطق پربارش کشور هستن. وقتی که یه همچین آنومالی منفی دارن، نشون میده که کم بارشی خیلی جدی در این مناطق حاکم است. در بخش‌هایی از کشور مثل جنوب شرق و جنوب میتوان گفت که سال آبی و فرصت بارش‌ها به انتها رسیده. این میزان بارش در شرایطی ثبت شده که بارش‌ها در ایران در وضعیت عادی به طور متوسط 1/3 تا 1/4 متوسط جهانی است. امسال بارش بهار در کشور 1/10 بارش نرمال و متوسط بلند مدت ثبت شده است. این کم بارشی تا پایان سال آبی هم ادامه پیدا خواهد کرد. اینکه حالا تغییر اقلیم باعث اینها میشه یا مسلما تغییر اقلیم اثرگذاره. یعنی ما وقتی از 50-60-70 سال گذشته به این ور بارش متوسط کشور، نه فقط کشورمون، حتی منطقه یا به اصطلاح چون منطقه میدلیس یا خاورمیانه در منطقه کم آب دنیا قرار گرفته و طبق ارزیابی های صورت گرفته، تغییر اقلیم بر بارش این مناطق اثر منفی داره. خب کشور ما هم جزء همین مناطق هست و تغییر اقلیم باعث شده که طی 50 سال گذشته همواره به طور متوسط بلند مدت، مثلا هر 10 سال یه نوسانش رو ببینیم یا حتی سالانه، روند کاهش بارندگی رو داریم می‌بینیم. البته این مفهومش این نیستش که بارشمون نوسان نداره. مثلا ما از سال شاید 85-86 تا 96-97 کم بارشی ها رو داشتیم، طوری که 10-11 سال به طور پیوسته کم بارشی در کشور حاکم بود به طور نسبی. بعد سال 97-98 و 98-99 یک دفعه اون پرش مقدار بارش در کشور باعث شد که 2 سال پی در پی ترسالی رو در کشور شاهد باشیم. بنابراین این نوسانات همواره در اقلیممون داشتیم، ولی روند کلی بارندگی ها کاهشی بوده، طوری که مثلا اگه 50 سال قبل بارش متوسط کشور 270-75 میلیمتر بوده، الان بارندگی کشور به حدود 235 تا 40 میلیمتر میرسه و این روند. از طرفی دما روند گرمایشی رو نشون میده، به خصوص دمای حالا کمینه هامون. حالا چند تا تاثیر داره، یکی اینکه محل ایستگاه تغییر کرده، به اصطلاح شهرها گسترش پیدا کرده، تو افتاده تو حوزه شهری و این اثر یه مقدار اثرات شهری روش حاکمه، ولی به طور کلی روند دماییمون نشون میده که این مطابق با روندهای جهانی گرمایش یا افزایش دما در کشور هم رخ داده و به طور متوسط 2 درجه طی 50 سال گذشته به دمای میانگین کشور افزوده شده، دمای میانگین سالانه.
تأثیر کوتاه مدت خشکسالی ابتدا روی کشاورزی مشخص می شود و در بازه‌های طولانی تر مثل 6 ماه و 9 ماه روی چرخه آبی تاثیرگذار است. اینکه بارش‌ها در سال آبی بعد نیز با همین روند پیش رود، امکان پیش‌بینی پذیری پایینی دارد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا 29 اسفند ماه به 28 میلیارد و 62 میلیون متر مکعب رسید. این میزان در حالی به این رقم رسیده که پارسال در همین بازه زمانی 31 میلیارد و 17 میلیون متر مکعب آب در مخازن سدها موجود بود که نشان می‌دهد این رقم 8% کاهش داشته است. برداشت از آب‌های زیرزمینی در وضع فعلی حدود 50 میلیارد متر مکعب در سال است که 89% آن برای مصرف کشاورزی است. بیشتر حوزه‌های توسعه یافته زیرزمینی در ایران در معرض خطرهای فرونشست زمین در اثر برداشت بیش از حد آب زیرزمینی هستند. تعداد دشت‌های ممنوعه کشور در سال 47 15 دشت بوده که این عدد در سال 98 به 450 دشت افزایش یافته است. طبق برآوردها بدترین دوره از نظر بارش‌ها در طول 52 سال گذشته طی دهه اخیر اتفاق افتاده. اما این روند مایوس کننده در 2 سال آبی گذشته با تغییراتی مواجه شد که البته ثباتی نداشت.